آره از اون رو میرم نمیشه بسیار سخت هست. هیچ بوی نداره در اینجا خود مشکل اگه پامیجه هست که نه سوی بوی دارد، نه خاکش بوی دارد، نه گلش، نه درختش، نه سبزش، هیچ بوی نداره. سلام، همونطور که در این تصویر میبینی مرا، من در یک دامنه کوه قرار دارم. امروز ششم جون سال 2021 و همونطور که در تصویر میبینی ما در یک دامنه کوه قرار داریم که این منطقه را به نام اوسربرگ مربوط کانتون والیس و هدف از آمدن ما در این دره در این منطقه همونطوری که در روی تصویر شما خوانده عنوان موضوع را گذار با یکی از قدیمی ترین جوی در کوهای آلپ در کشور سوئیس و ما می خواهیم که امی یکی از قدیمی ترین جوی را ببینیم و منظور از گذار گفتیم، گذار یعنی یک گذار به این جوی و مرور، هم یک گذار به این جوی داشته باشیم و مرور به تاریخ ازی داشته باشیم، یک مرور مختصر. اولی که ما این موقعیت خود باید تعریف کنیم که در کدام موقعیت قرار داریم. همین منطقه را گفتیم اوسربرگ نام داره، مربوط شپی، مربوط ویسپ نام داره، این ویسپ مربوط کانتون والیس است و کانتون هم بعدا براتون توضیح خواهد کردیم کانتون چی است. و حالا باید ما در تصویر نشان بدم که ویسپ کجا است. ممکن شما ببینید در تصویر این منطقه ویسپ نام داره و ما دور می خورم به طرف راست، ما سمت غرب است. این سمت غرب سرک و دریا و خط ریل میره به طرف مرکز کانتون والیس سیون نام داره، به ادامهش میره به طرف شهر لوزان. شهر لوزان که مرکز اداره قوه قضاییه کشور و یکی از معتبرترین دانشگاه های سوئیس و هم جهان گفته میشه. و به طرف ایخ سمت جنوب بود، غرب بود گفتم، و به طرف شرق میگویم. حالا ما از اینکه من آبلد هستم در فیلم برداری و در گفتار، به خاطر از اینکه من آمادگی ندارم، ما را میبخشید اینکه من اما چیزا ترتیب نکردیم. به طرف شرق ما البته میره به طرف بریک، فورکاپاس، اندرمات، میره متو ادامهش به طرف کانتون گروبوندن خور. و از این درهای پرخم پیچ، بسیار درهای پرخم پیچ داره که دیگه به طرف دیگه مسیرها هم میتونه آدم بره، میتونه بره. و جانب مقابل ما یک دره دیگه است که هم دریا آمده، شاید شما در ویدیو ببینه. این دریا میره، این دره میره به طرف سرمات. سرمات هم یکی از جای توریستی است، اگرچه تمام از این مناطق جای توریستی است. در سرمات که رسیدیم اونجا اجازه رفتن واسطه یا ماشین نیست، باید در اونجا از واگونه تاکسی برقی کار گرفته میشه که با تعداد 500 واگون در اونجا کار میکنه. و اوتلای است که گنجایش 18000 نفره داره و باید در پشت سر از او یک کوه است که به نام کوه ماترهورن که یکی از مشهورترین کوه کشور سوئیس است که او سالانه تعداد زیادی از گردشگرها را به قربانی میگیرد. قرار آمار سال آخرین آمار سال 2020 شمار قربانیان به 500 نفر رسیده. و ما میریم به همین مسیری که گفتم، میریم میبینیم جویا با ما باشه.
یاد گرفتم شما. میگرم شما. خب پدر اینجا نشته بود که اینجا خطر صندوقی را از سنگری زیست اجازه نیست تا دانه زود باید تشمیم. خب همون تلی که گفتیم باید ما از این جوی تاریخی دیدن کنیم و ما در منطقه آمدیم که هم جوی ببینیم و هم یکی از خشکترین هوا و کمبارشترین منطقه کشور سوئیس اینمی منطقه است که در ارتفاع بلند از این بارندگی بسیار زیاد میشه و در ارتفاع پایان از این خشک است، آب وش خشک است. و همون خاطر جوی در دامنه کوی جویا کشیدن، از دامنه کوی داخل قریه، داخل منطقه ها، داخل دره ها جوی کشی کردن. نظر به اسنادی که از قرن 12 به این طرف یا به دست دارن، یعنی که پیشتر از قرن 12 این مردم این جویا را کشیدن، خاص به خاطر از اینکه داخل قریه آب بیه و از این آب ذخیره ها جور کردن، به خاطر هم زراعت کمتر، اگرچه دره بسیار تنگ است، هم به خاطر قسم زراعت و هم به خاطر علوفه به مواشیشان، خاص به همین خاطر. و از طرف روز این جویا به خاطر نظافتشان و به خاطر کالاشویشون استفاده می شده. شما ببینه این جویا با چقدر سختی از 12 قرن پیش ساخته شده و این رایت بسیار خطرناکه. از طرف شب ذخایر آب در خانه خود ذخیره میکنن و البته به حساب آب به شکل کل اگر ما یادآوری کنیم در تمام سوئیس به تعداد 1500 دریا و جوی و جویچه وجود داره و به خاطر اینکه کشور سوئیس یک کشور کوهستانی است، 60% خاک سوئیس که 41200 کیلومتر مساحت 200 کیلومتر مربع مساحت داره، 60% از این را کوه تشکیل داده. طبعا از این کوه خو در راه پرخم و پیچ و ارتفاعات بلند و خود داره و از این در راه آب سرازیر میشه و این همین جایی که ما قرار دارم به طرف چپ گفتیم، طرف فرکاپاز میری و طرف خور، این می دره بیشترین نقاط چشمه های آب و منطقه است که برف از بالا آب میشه و طرف پایین سرازیر میشه و به صورت کل که گفتیم 1500 جوی و دریا و جوی چه وجود داره، بیرون از سوئیس 3 دریا خارج میشه، خلاص به خارج از کشور سوئیس. یک دریاش که گفتیم همین منطقه که ما قرار دارم، از همین منطقه بالاتر از منطقه فورکاپاس و از هر دره از این آب سرازیر میشه، یک دریای را به نام دریای رانه. این دریای رانه از همین والیس، از همین دره سرچشمه میگیره و از 3 کانتون میگذره و داخل خاک فرانسه میشه که از داخل شهر ژنو گذشته 800 کیلومتر مسافت از داخل خاک فرانسه به طرف جنوب و بر میدیزه. و یک دریای دیگه از این به طرف جنوب از این کوه آل قرار داره که ما اگر پیستر به طرف فورکاپاز بریم، اوجا هم یک تونل بسیار طولانیه که 57 کیلومتر مسافت داره که طولانی ترین تونل در دنیاست. به طرف جنوب راه کوتاه ساخته، البته به طرف جنوب سوئیس که یکی از کانتونای فرانسویزوان است که حدود 95% از او
ایتالوی زبان است و 5% آلمانی زبان. که سمت جنوبی ارتفاعات هم جوی چا و دریا و جریا چای بودو داره که یک دریایی که به نام یک دریا از همون منطقه به طرف جنوب به خاک ایتالیا به طرف میلانو داخل میشه به نام تسینو. این دریای دوم شد و دریای سومی از 22 کانتون دیگه از همین منطقه که پیشتر از او اندرمات نام داره، پیشتر از اندرمات یک دره است، از همونجا که سرچشمه میگیره یک دریا به نام راین. این دریای راین میره به طرف مرکز کانتون گراوبوندن که خور نام داره، از جنای شهر خور که یکی از کهن‌ترین شهرها در سوئیس است که تاریخ 5000 ساله دارد و در سال 1600 میلادی البته ای زبان خودم تغییر داده. امی دریا از جنای از او گذشته میره به بودنزه میریزه و از بودنزه که منطقه است که منطقه مرزی بین ادریش و آلمان و سوئیس است، ای دریا مسیر خود از شرق به غرب مرز آلمان و سوئیس تشکیل میده تا یک قسمت که مرز سوئیس و آلمان از داخل خاک آلمان شده و از داخل شهر کلن آلمان گذشته میره به نزدیک به هلند هم به بر میریزه. این سه دریا شد و این دریایی که گفتیم راین نام داره متشکل از 22 کانتون است. البته از این آب ها طبعا آب آشامیدنی است و آب آشامیدنی به صورت کل در تمام سوئیس 40% آب آشامیدنی از دریاها در خانه ها و نلا می آید. 40% آب دیگه از این از دریا استفاده میشه، 40% از دریاست، 40% آب چاهاست و 20% آب چشمه هاست و همچنان در کنار جاده ها در بساری مناطق نل آب به خاطر آب نوشیدنی آماده شده. با چند دلیل، با دلیلی که در جنگ ها سوئیس اگر شده هیچ وقت شامل جنگ نبوده و یا احتمالات پیش بین بودند به خاطر جنگ ها در منطقه یا نل آب کشیدن که اگر حالت اضطرار بیاید به نزدیکترین منطقه از او آب مردم استفاده کنند و هم به خاطر آتش نشانی در کنار جاده هاست بیشتر و همچنان در کشور سوئیس همین سیستم کانالیزاسیون و تلکومونیکاسیون و بسیاری چیزات در زیر خاک آفر شده به خاطر حوادث طبیعی که یا پیش بینی کردن و همچنان تا 11 سال پیش هم کسی که خانه امار میکرد منزل تحتانی از او و تاکه و از او یک قسمت بسیار به شکل قوی و بتون آماده میکردن به خاطر که از جنگ محفوظ بانن و همچنان در تمام منطقه سوئیس بلنداژ ها بونکر ها ساخته شده دیگه حتی به خاطر تیاراتشان هم یا به خاطر از اینکه در سر جنگ احتمالی بمبارد نشه و خراب نشه و سه منطقه میدان هوایی نظامی جنگی داره که یکی مایرینگن، یکی هم سیون و یکی هم پایرن البته در منطقه دشت است و دو منطقه از این داخل درهای تنگ است که داخل درها جای جور کردن که تیارات در اونجا گراج میشه یا پارک میشه که مسئول از کوه را غار کردن. همون رقمی که با خود انسان ها هر منطقه با تعداد 200 نفر و 300 نفر آمادگی گرفتن که در وقت بمبارد یا جنگ حتی در وقت های جنگ کسایی که از جنگ فرار میکردن به سوئیس میامدن و سوئیس به اوها به خاطر از اینکه اوها از جنگ فرار کرده بودن اوها را مخفی نگاه کنه در کلیساها روزانه اوها را در موج پت نگاه میکردن سرشان کار میکردن صوفای جور کردن تا 5 تا 10 کیلومتر راه قرار موج روزانه کار میکردن به خاطر یک لامنان و این مردم سوئیس هم که خودش بسیار غریب بودن در سابق در جنگ های بیرونی یا منفردانه در برابر
پول یا در برابر ماش یا میرفتن یک مقدار تنخواه برشان داده میشد در جنگ ها اشتراک میکنن به خاطر تنگ دستی از غریبی و این مردم هم اولاده خدا همی فرزنده خدا و کشور ایتالیا در برابر پول و مواد خوراکه به فروش میرسندن که تا یک مقدار مواد خوراکه به خاطر بقای زندگی خود به دست بیارن و مردمی که در جنگ میرن بزه که در مردم یک تا مردم افغانستان که در جنگ عراق و سوریه میرن از پیششان استفاده میشه انفرادی و این مردم سوئیس در جنگ ها بسیار از خود شامت نشان میدادن و یا ثابت شده با مردم های ایتالوی و فرانسه و انگلیس و آلمان و اتریش ثابت شده بود که سوئیسی ها بسیار مردم های جنگی هستن به او خاطر آل هم همین منطقه واتیکان که یک کشور کوچک از واتیکان پاپ امنیت خدا توسط سربازای سوئیس گفتیم که سربازای سوئیسی بسیار دلاور و شجاع بودند در جنگ و همون خاطر واتیکان سربازایش که در واتیکان است و نه سربازای تشریفاتی و امنیتیش از سربازای کشور سوئیس تا هنوز هم به اونجا ادامه دارند و ما برسیدیم به یک جایی که اینجا یک فره است این شهر نمونه شما میبینی این به خاطر از اینکه نمونه از در سابقا همو اودار باشی از یا اینجا سنجش میکردن میادن که متقتق از این است میدیدن که او اگر کم بیه یا زیاد بیه یعنی که در هر ثانیه به حجم چند متر مکعب آب میایه اگر آب کم باشه میفهمیدن که در بالا سیل آمده یا کدام بندشی هست که در جوی آب کم سرازیر میشه این از ابتکارات که گفتیم این جوی هست که پیش از قرن 12 در اینجا احداث شده و این یک گفت دیگه مون که این جوی ها در اسناده که موجود است از 500 متر این نگفته نمونه نگفته شده که از 500 متر تا 32 کیلومتر طول داره همین مسافه که یا جویا را یا احداث کردن 32 کیلومتر را راجع به سیستم فدرالی در کشور سوئیس و اقتصادش باز هم یکی از یک کم معلومات مختصر باید ما باید بتونم به خاطر از اینکه در افغانستان هم موضوع افغانستان داغ است که یکی از فدرالیزم گپ میزنه نو سوئیس و یکی هم من نمیفهمم یا یکی یکان کسا کمتر بیشتر از 40 سال میشه که در سیاست سر و کله میزنه یکان گپا میزنه که ما خود میگه که اگر افغانستان سیستم فدرالی شده افغانستان تجزیه میشه ما خود گپا نفهمیدم مانا ای گپا زیده همین میمونه که در سابق کدام دیقان یک گو یک خر داشت شام رفت در طویل خانه دی که خرش شدید مریض است صبح رفت و دیده نگو ببینه خر ببینه که خر زنده است یا مرده دی که گوش مرده هم گفت ای خدا قربانت ای خدا قربان خدایت شوم 100 سال از خدایت تیر شد فرق گو خر کرده نتانستی البته فدرالیزم نو سوئیس باز ما صحبت خواهد کردم فدرالیزم در سوئیس سیستم فدرالی از زمان تاسیس تا بالا 7 مرحله را سپری کرده 7 مرحله را پشت سر گذاشتند که ما پسانتر یک معلومات مختصر کوتاه خواهد دادم راجع به سیستم فدرالی در کشور سوئیس و بهتر از این که همین حالا باید بگویم کوتاه شود در سال 1291 اولین دفعه در سه منطقه به نام سوئیس یک اولین دفعه تاسیس شد سه منطقه و همون تو باز کسا نام سوئیس هست من فراموش نکنم نام سوئیس را غلط میکنن به اشتباه میگیرن با کشور سوئد یا سویدن سوئد سویدن خود از جمله کشورهای اسکندنویز در اروپای شمالی سوئیس خود اروپای مرکزی قرار داره شکل یک جزیره را تشکیل داده جزیره به این منو که در هیچ پیمان اروپایی نیست صرف در دو پیمان و در دو قرارداد شامل است که یک شنگن است از دیگه در چند پیمان دیگه که باز کشورهای اروپایی با خود داره سوئیس شامل از اون نیست به خاطر ما شکل جزیره گفتم و
و دیگه ای که سوئیس خود با هر زبان هر نام داره. سوئیس کلمه فرانسوی است، با آلمانی شوایز، دی شوایز گفته میشه، با انگلیسی سویزرلند گفته میشه، به ایتالیا یک نام دیگه داره و یک نام سابقه از یا هلویتیا، یعنی کنفدراسیون هلویتیا. و باز کسا همی آلیم که سیستم سویس سیستم کنفدراسیون میگن. البته سیستم کنفدراسیون در سابقه بوده و نام همین کلمه اختصاصی یا نام کود کشور سویس هم که سی ها یا سی اچ هست، مانای سیش کنفدراسیون و اچش هلویتیا یا هلویتیکا هست، درست هست. اما صرف در گفتیم هفت مرحله را تیر کرده، صرف از 1803 تا 1848 سیستم کنفدراسیون در کشور سویس بوده. از او بعد سیستم کنفدراسیون در سویس نیست، سیستم فدرالی است. و سیستم فدرالی هم نوع خاص خود داره. البته هر کشور، بسیار کشور دنیا فدرالی است، در سویس یک فدرالی است که بیخی یک نمونه است. هم فدرالیز نمونه است و هم دموکراسیش. در جهان خود میفهمه سه نوع دموکراسی است. دو نوع از این در سویس است. و فدرالیش هم بیشتر من گفتم که من کانتونه و تا معلومات میدم. وقتی کنفدراسیون بود هفده کانتون فراموش کردن، یا هفده کانتون یا نزده کانتون بود، فعلا 26 کانتون است. کانتون همون تیده که در استرالیا و امریکا ایالت گفته میشه، در کانادا پروینس، در آلمان و اتریش بوندسلند، سویس کانتون گفته میشه. و این سویس هر کانتون از یک کشور است، شکل یک کشور داره. و تمام سویس به صورت کل کشور فدرال یا سیستم فدرالی، هم کشوری یا کشور تحت یک بیرق فدرالیست، و هم هر کانتون از خود گفتیم یک کشور مستقل رقم واری است. مستقل میخور یک قرارداد دارن با فدرالی مرکزی، و هر شهروند سویسی دو حق داره، حق رفراندوم و انسیاتیف و هم حق مرکز فدرالی در فدرال در حکومت فدرالی سهم داشته شد. و کشور سویس دارای سه قوه است: قوه قضایه و مقننه و اجرایه. قوه مقننه از دو شعبه است که شورای ملی یا ناسیونال داد بالمانی، و شتندرات که یعنی نماینده کانتونا در که از دو مجلسی همیشه از این تشکیل شده، حکومت امیر پارلمان ازی. دیگه ای که شهروندان کشور سویس البته در اینجا زبان از این مردم با چهار زبان است: 63% آلمانی زبان است، 22% فرانسوی زبان است، 6% ایتالیایی زبان، و یک نقطه دار دیگه شد به نام رتو رومانو گفتیم، 30% که کانتون و گراوبوندون و خور گفتیم. در یک منطقه همی آلی هم به نام رایدن زبان رتو رومانش در وجه مردم از همی زبان به همون زبان صحبت میکنن. و گفتیم هر کانتون شکل کشور خود داره، هر کانتون بیرق خود داره، حتی هر گماین پایانتر از کانتون همین سه مرحله یا سه حلقه است. حلقه خردشه گماین گفتن بشه که در کشور سویس 2202 گماین است فعلا. این گماین ها تقسیم به کانتون هاست که 26 کانتون تقسیم است. هر گماین از خود بیرق داره، کانتون بیرق خود داره. به صورت کل از سویس خود بیرقش همون صلیب سفید است. همون صلیب سفید هم که سابق به نام کشور سویس جور میکردن، هم صلیب سرخ است. مؤسسش یک سویسی است که یک مؤسسه خیریه بین المللی است. صلیب سفید هم که بیرق سویس است که صلح و مصالحه را به نام میده. و این صلیب سرخ که مؤسسه خیریه بین المللی است گفتن، در بعض کشورهای اسلامی خود معلوم دار که همین صلیب علامه صلیب کسی قبول نکرد
و باز کشورهای اسلامی هلال احمر در افغانستان فکر کنم که سرمی آشر است نامش. و این بیرق از سویس و بیرق سفید است، کلگی زیر یک پرچم است و هر کانتون هم از فت شورای قوه قضایه و قوه مقننه و قوه اجرایه داره. و در صورت کل سویس از 7 دپارتمان قوه اجراییش تشکیل شده، یعنی 7 دپارتمان یعنی 7 وزارتخانه و مشابه به وزارتخانه است. و همی به حساب آلمانی بوندسرات همی 7 نفره مجلسین شورا تعیین میکنه، همی 7 نفره در هر 4 سال تعیین میکنه و در هر یک سال از جمع از همی 7 نفر یک نفرش همی شورا به صفت رئیس جمهور. این حال در سیستم فدرالی تقسیم وظایف گفتیم، همون توانی که دولت داره کار دولت است و باقی مانده کارهایی که توان کانتون نیست او را کانتون اجرا میکنه. تقسیم وظایف بین کانتون و بین حکومت مرکزی است. خلاص به این شکل قوه قضاییه و قوه اجراییه و قوه مجریه گفتیم، کانتون هم همون چیز داره، قوه قضاییه هم داره، قوه مجریه هم داره، قوه و در 7 دپارتمان در سطح بوندس و در سطح کل کشور است و هر کانتون هم 5 الی 7 نفر همون رقم قوه اجراییش است و در گماینده هم بین 3 تا 9 نفر می باشه و هر گماینده و هر کانتون صلاحیت مخارج همی پولی خود داره. هر کانتون مجبور است که امو تنخواه کارمنده دولتی خود، البته خود زیادتر دیجا زیادتر در کشور سویس خود سرمایه‌دار هستند، کسی کارمند دولت است، مثلا معلمین، معاش معلمین باید مجبور از خود گماینده کانتون پرده. بعض گماینده که بساط ناتوان است، درآمد مالیشان مالیاتیشان بساط کم است، از حکومت مرکزی کمک میشن. در غیر از او ایجا خواهر کانتون سرمایه‌داری است، سرمایهش فرق میکنم، هم کانتون و گماینده کانتون کم بغل به حساب داره، هم پولدار. گفتیم همون صلاحیت مصرف اقتصادشان هر گماین از خود داره و هر گماین هم صلاحیت از ایره داره که تعیین کنه همون سرحد مالیه را که شتوی هر فوتبالوانی میگه و فارسی فکر میکنم که همون اندازه معین مالیات را تعیین میکنه. هر گماین کم زیاد صلاحیت داره که چقدر تعیین کنه مالیه را. و مالیه دهی هم در کشور سویس شهروندهش به 2 شکل مالیه میپردازن. یک شهروندهی هست که از خود شهروندان سویس و خارجی هایی که اقامه دائمی دارن سالانه پرداخت میکنن، مستقیم و غیر مستقیم پرداخت مالیات هست و غیر مستقیم و مستقیمش هم تمام جنسی که خریده میشه، از جنسی که خریده میشه از اندازه که خرید میشه از او هم مالیه داده میشه که به حساب آلمانی میر ورتش تو یار میگاش. این به 2 شکل مالیه پرداخت میکنه مردم. و هم سیستم درسی مکاتب در هر گمایند کانتون فرق داره. سیستم درسی عمومی در تمام سویس یکسان نیست، حتی معاش معلمین گفتیم فرق میکنه، کم و زیاد و بعض جاها بیشتر بعض جاها کمتر وجود داره. اقتصاد سویس سیستم فدرالیش فعلا گپی که در یادم آمد من گفتم بسیاری گپ های دیگه که مثلا مشاهد مهم باشه دافظی ما فعلا نیست که دفتن ما باید بگویم. اقتصاد سویس خوب بیشتر گفتم این مردم غریب بود که فرزنده خدا به فروش میرسند. اقتصاد از یاره چند چیز تشکیل میده که یاد یک قدر یاد گرفتن که استیلا چطور از ریگ روغن بکشن یا ظرفیت سازی کردن. مانای ظرفیت سازی بایی بونو که اما سطح دانش خود بالا بردن یا در سرچشمه آب زلال قرار دارن. دانشگاه ها مصارف دانشگاه ها را حکومت مرکزی پرداخت میکنن و بیشترین مصرف سر دانشگاه ها میکنن که هم در پژوهشی و هم در دانشگاه ها. یکی شرکت های بیمه هاست
اقتصادش بیشتر بالا برده که معلم مردم مالیه میده. مثلا از یک بیمه صحی در سوئیس 60 ارگان بیمه صحی است. و دیگه گردشگری، یک گردشگری است، بیمه صحی است، سیستم پرداخت مالیات است و یک سیستم بسیار واضح و خوب که اونمو سیستم همین سوئیس ها داشت. اگر نخو سوئیس کنم عایدات کنم منابع طبیعی نداره، یک کشور از یک نقطه نظر غریب هم گفته میتونیم و یا شاید هیچ غریب نشوند به خاطر از اینکه یا همگام به زمان هستند. فعلا همگام به زمان به ایمانا که در نزدیکترین با روز که میگذاره فکس برابر با روز یا همه چیزشان ایار هست میبینی برف هایی برف کوچ هم داره کمی آن از سر برف باید ما بگذاره. شد ما بود کورگردی نپوشیدیم که دی بود عادی آمدیم نگه هر چه خواه چندان کورگردی هم نیست که چه هر جای از این راس و زیلبان است و گپ و سخن است. خب بازم جای من اینجا جلب که اینجا یک پرچه جاوای هست، اینجا ارتفاعی بلند و کرو هست. اینجا منظور ما اینه نیست، اینجا کیبل برق هست، کیبل برق هست آمده در این موتور هم به شکل میخانیکی پیشه که یه اوه پرچه جا اوه پرچه کنی اوه راست کنی هم این موتور که این کیبل برق هست. و پیشتر گفتم که در ارتفاع بلند و کوه هم بکری هم نل هست هم برق هر نقطه و در بزرگترین نقطه کشور سوئیس در ارتفاعاتش خانه یک دیقان باشد هر همه روزه از طرف پایین به ویگا پول سفر تو هشت پای سوری یا در پوستخانه در پوزبکسش پول سفر میگیره یک قدر سوال سیدار. اگر ما قرار است که اینجا ما پیشتر گفتیم چند چیز از این مغایرت داره با وجود که چند شب سمبولی که داره سمبولی بایی مانا که همین بایرخش رو باید صورت یک حزب سیاسی از این برام حزب 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 چه میده کاتولیک حزب ایساوی حزب ایساویت مردم سوئیس به نام است. البته در شکل سمبول یکی هیچ بیگفار نیست دین هیچ جای خدا بیخی به سیاست و اقتصاد بیخی خالی کرده هیچ جای نداره منطقه بشر سمبولیک مانده مثل سرود ملیش. سرود ملی سویس مطلق مذهبی و دینی است. یک سرود ملیش یک بایرخ شنبار صورت دیگه یک ماینون فرایهیت آزادی عقیده هیچ از طرف دولت آزادی عقیده تضمین شده این با مغایرت با سرود ملی شد البته تو به هر صورت میمانه اینجا یعنی سوی از چی کار همی نفهم شو از سوی باشه اینه ای من هم هیچ بوی نداره در اینجا خود مشکل اگر فهمیجه است که نه سوی بوی دارد، نه خاکش بوی دارد، نه گلش، نه درختش، نه سبزش هیچ بوی ندارد. این دی کو هستیم، خسبز هست، بوی نیست.
موزه که در افغانستان خاکش هم بوده، گلش هم بوده، درختش هم بوده، در کوهای در ارتفاعاتش هم بی کمال و کمه چپلا چگلی و سوی سواندیش آنم مست میشه. از بالا؟ آه، اینا از سر بف کوچ تیه میشون. خب بفش بسیاریش آب شده اما کلش نه. اون رو معلومه کم سفیدی. چوب سر بف هست. چوب گل. نه از جام هم نمیشه، نه کم دورتر است. طرف اگه بر چپ بله هوا خوب هسته، اگه هوا بد باشه از این تو بروی ما از بامانکوی جنای چپ که منطقه او سر درگی که دوی ما تحقیب کردیم آوردیم تا دوی که سربند او بود ما را با جنای چپی دارم این جنای چپ میره به نام ایگر درگی منطقه دیگه است که این سربندش اینمی جوی است اینمی جب این جیده که شما میبینید فعلا او بند کردن او فعلا خط است از سربند اینمی سربندش است اینجا او میره اینجا میره این از اینجا گفت میره به طرف ایگر برد تا ایگر برد به منطقه پیشتر تا چند چاخه یو تقسیم میشه به خاطر از این فعلا بارندگی است همین امیاله تا تمام سویس او آب رو بارندگی است به استثنای همین منطقه که ما هستیم پیشتر نگفتم خشکترین آب هوا را اینمی داره این منطقه در سویس داره از همه جای که در بارندگیش و هوایش خشک است به اون نسبت حالا خواه هنوز گفتیم 6 جون سال 2021 است تا هنوز هم بارندگی است و زمین هنوز تر است و با آب ضرورت بید و فعلا باران است دیگه به او خاطر اینجا جوی بند کردن او نمیه و به طرف او سر برگ او کم کم از یک جوی خوردش میرفت اینجا جویش کلانتر است دیدمش آبشار میگه دیدی
اون راهی که در مقابل معلوم میشه ما امور راهی است که ما از منطقه او سربرگ آمدیم تا سربند امو جوی و از سربند جوی دیگه که طرف راست است ایگر برنام داره که در این مسیر ما قرار داره. پدر اینجا یک راه خطرناک است. خو اینجا یک راه خطرناک است. این راه کونش است؟ نه 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 این راه کونش است. خب برسید این راه خیلی نیز راه است که جوی منظور ما از جوی است. از این طرح آدم میتونه بره از این راه دیگه میتونه آدم بره. آره من میخواستم بگم که راه کونه جا هم اینطور بود چند ست سال پیش چپ انداختم بشه اصلا این طرح راه کونه بود. یعنی که این راه رو نو انداختم؟ نه این راه رو نو انداختم. خب راه خطرناک هم هستید نمیم چرا برو از اون راه میرم نمیشه بسیار سخت هست. برو از اون راه برم بلند هسته؟ یه چیز سوا کمش کن چه بگن بزر پل سلات واری هستی جو گم کنه خب اوصله کن ما تنها از جا تیر میشون دیگه نخواستم کسی که از بلندی میبینه چون باشون پت کنه تقریبا دو ساعت متر هست از سر زمین فکر میبینه اما ایسا بریم که نمیخ نلخشم آره ماتا نه تا اصفاد چیز سخت نیست که جک ما آره دارم از بلندی لیل 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 ای اینجا خود صلات و مسلمان آوری از ما قربانی هم نکنه نه داده ما قربانی کنه نه خود ما یه سیکی دو وقت دوازده سرده هشت نو قرن پیش وسیله دستی از یاد چطور چی بوده چه قضامت کشیدن یا ببینید که کرو را قرار کردن تونل زدن جوی کشیدن یه زامت از این مردم ببینید به خاطر یک به خاطر علفشن به خاطر آبیاری علفشن از جای تیر شدیم گفته کاکا نوی بدر جان گفته کاکا جمی خدایت پناه بده خود تو تیر نشدی پدر ما تیر شدیم ما و انا تصال بابی شاید پدر نیم ساعت داشته باشیم تا برسیم در اگربرگ رو کم ماند اینجا هم یکی از جایی هست که نزد سربند او که جایی میره یکی از تقسیمگاه جنمی جایی هست که او تقسیم میشه از اینجا اینجا شرقش هست او یک خدمت او اعلام میگن نورا به داخل از این دره این رو خریه بیوداری که مولو میگه داخل از این خریه میشه یکی از تقسیمگاه جنمی جایی هست جام یک جام همو پره است که سنجش حجم ها با سنجش میکنن که چند متر در ثانیه چند متر مکعب در ثانیه اش ممکن ده وقت این البته شکل نمونه اش باقی مانده سابق یک قسم بود مردم از همین استفاده میکردن
یم کاخانه و گوخانه های منطقه ایگربرگ. همون تا دیگه گفتم که یک منطقه کوهستانی هوا بخاطر جمع کردن علف و مواشیشون در اینجا جا به جا میکردن که از قدیم و قدیم باقی مونده. این قریه سفر امروز ما همراه فیصل و انا و فرخنده در میجه بعد از 14 کیلومتر مسافه به پایان میرسه. ببینید این خانه ها که هم دلچسب است. این یه جایی است که ما از بالا آوردیمش تا بیجه. فکر کنم که کفایت کنم اقدر. ما امروز از او قریه که طرف مقابل میبینه اونمو منطقه او سربرگ نام داره از اونجا معرکت کردیم از طرف سا و به ادامه از او گفتیم طرف سیون و لوزان میره. ما از این او سربرگ به امی دامنه کوه آمدیم به طرف راست آمدیم تا داخل دره تا یک قسمت رفتیم از اونجا آمدیم دور کردیم اینجا بیجت تا 14 کیلومتر مسافه را ما طی کردیم. فعلا به اینجا رسیدیم که حالا اینجا پایان میشیم در قریه ایگربرگ. 14 کیلومتر ما امروز پیاده روی کردیم. البته واقعا خسته نباشه ما این ویدیوی ما را دیده باشه براتون دلچسب واقع شده باشه خسته کن نباشه. تا دور بعدی تا هفته دیگه که ما کجا پیاده گردی میکنیم گفتیم معلفت ها یا الله خدا میدانه و کارش یا الله یا نصیب خدا حافظ. Thank you.